муфаттишон таҳқиқи ҳодисаи ҳамлаи маргбор дар назди бинои ФСБ ё хадамоти амнияти федералии русияро идома медиҳад. Рӯзи 20 декабр мардум барои гулгузорӣ дар макони тирандозӣ меомаданд. Дар як ҳамлаи шоми 19 декабр дар беруни қароргоҳи ФСБ як ходими ин сохтор кушта ва 5 нафари дигар маҷрух шуданд. Мақомот то ҳол исми ҳамлагарро фош накарданд, вале таъкид мешавад, ки ин нафар ҳамон замон аз ҷониби полис ба ноҳияи сараш тир хӯрда кушта шуд. вале матбуоти маҳаллӣ ин шахсро ҳамчун як сокини вилояти Москва шиносоӣ кард, ки машқи тирандозиро дӯст медошт. ҳамла замоне рух дод, ки президент Владимир Путин, собиқ афсари КГБ, дар консерти бахшида ба рӯзи хадамоти амниятии Русия дар Кремлин суханронӣ мекард. برخی رسانه ها با تکیه به منابع بینام گفتند که حملگر گمانبر یوگنی منیوروف 39 ساله می باشد که به حیث یک محافظ خصوصی کار می کرد. گزارش ها هاکیست که این مرد عضو یک کلوبی تیراندازی بود و در خانهش هم چند سلاح در اختیار داشت. چند همسایه منیوروف در صحبت با جانسی رویترز گفتند که FSB در ساعتهای صبح بر وقت 20 دکبر خانه او را در شهر پادولسک تفتیش کرد. اکثر همسایه‌ها او را یک شخص آرام و خوشمعامله ارزیابی کردند. آدمی درست بود. او میتوانست حالا همین جا در پشت شما باشد. هیچ علامتی فاجعه نبود. هیچ حرکتی عجیب و غریبی نمی‌کرد که کس بگوید او میتواند کاری بدی بکند. آدمی آرام، ساکت و بیشتر تنها بود. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 20 دکبر گفت که تحقیق این پرونده را ریاست مرکزی این ساختار برامانده است. FSB را میرازبر اصلی ساختار امنیتی دولتی اتحاد شوروی KGB می نامد. کمیته تفتیشاتی روسیه با پخشی سروته گفت که شام 19 دکبر سال 2019 مرد در نزدیکی بینای FSB در کوچه بلشای لوبیانکا در مسکو به سوی افسران حفظ قانون آتش گشود. در سروت آمده است که در نتیجه این تیراندازی یک افسر FSB کشته شده، 5 نفر دیگر از جمله یک فرد موکی مجروح شدند. حملگر به ضرر گردانیده شد، آمده است در اظهارات. در این اظهارات اسم گمانبری کشته شده و یا سببهای احتمالی حمله انجام داده او شرح داده نمی‌شود.